سلام به شما دوستان عزیز همراه مرکز رسانه گپ. اینجا شبانه برنامه شماره 3 در 13 مهر 1394. امشب هم تعدادی خبر داریم از ورزش، سینما، موسیقی و یه خبر متفرقه. سپاس به خاطر همراهیتون. این شما و این شبانه شماره 3. بیانیه کیروش علی اعضای سابق کمیته اخلاق: عذرخواهی نکنید افشاگری میکنم. بازم کسایی که همواره از کیروش بعدشون میومد و هر چند وقت یه بار حرفایی زدن، این بار هم با شیوه جدید شروع کردن در مورد کیروش حرف زدن و ازش بد گفتن. کیروش هم کم نیاورده به گفته تا عذرخواهی نکنید همه چی رو افشا میکنم. بیانیه اعضای سابق کمیته اخلاق درباره قرارداد کیروش با شرکت آلشپورت بود. کیروش که میشناسید شوخی نداره، کار خودشو میکنه، ببینه کسی برخلافش کار میکنه اعتراض میکنه. باید ببینیم اعضای سابق آیا معذرت خواهی میکنن یا نه، که قطعا بعیده. داخل پرانتز بگیم گفتن فعلا سکوت میکنیم تیم ملی ضربه نخوره. ما که میدونیم معذرت خواهی در کار نیست، از اون طرف هم ببینیم کیروش افشاگری میکنه یا نه. امیدواریم یکی بیاد افشا بکنه چه خبره. همه تا این مرحله میان بعدش میگن یه صلوات بفرست برادر، حل میشه میرن سر کارشون. فوتبالی دوم یه خاطره است از یاغی سابق مهدی هاشمی نسب، که هم پرسپولیسی بود و هم استقلالی. خاطرش درباره عابدزاده است. ظاهرا پس گردنی محکمی خورده از عابدزاده اون زمان. میگه یه بار داشتیم توی اردو سوپ می‌خوردیم که من یهو هرد کشیدم، احمد رضا هم صداش در اومد و یه پس گردنی به من زد. از اون موقع حساب کار دستم اومد. بازیکنای هردکش موقع سوپ خوردن شانس آوردن، عقاب آسیا خداحافظی کرده، وگرنه الویس پرسلی نه ببخشید دکتر حسام نواب صفوی دکتر حقوق خواهند شد. ایشون روی صفحش عکسی گذاشته با پس زمینه تخت سیاه، که البته تاکید کرده اون فتوشاپه، با کت و شلوار میره سر کلاس. تصور کنید دکتر حسام نواب صفوی، آرزوی موفقیت میکنیم براشون. حتما یادتون هست چند ماه پیش ایشون بحثی راه انداخته بود که قراره فیلمی بسازن توی هالیوود درباره مرحوم الویس پرسلی، و ایشون هم به واسطه شباهت هایی که داره قراره نقش اون مرحوم رو بازی کنه، که بعدش معلوم شد از این خبرها نیست، بازیگرها انتخاب شدن، کسی آقای دکتر ما رو ندیده. بعدش هم ماجراهایی پیش اومد با مجری یکی از شبکه‌های معلوم الحال، که آقای نواب صفوی عزیز خواستن مقامات کشوری پیگیری کنن مجری از دبی بیاد ایران و محاکمه بشه. خودش حرفایی میزنه مچیشو میگیرن، پیگیری هم میخواد. والا امیدواریم دکتر نواب صفوی واقعا دکتر نواب صفوی بشه انشالله. بازم گیس و گیس کشی سر فالوور اینستاگرام. صفحه خانم لیلا اعتادی تعداد فالوورش شد 200,000 نفر، و ایشون در طی بیانیه خطاب به صفحات زیاد فالوور دار گفتن صفحتون کاربر جعلی داره، خریدین، من اینستاگرامم واقعیه، و از این بحثا. هر چند وقت یه بار از این بحثا توی فضای مجازی بازیگرا پیش میاد. کاربرای توییتر هم اینقدر هرس نمیخورن سر فالوور. فقط من موندم تا این لحظه چرا پلیس اینستاگرامی جناب امیرخان تتلو و تتلیتیای عزیز چرا نظری ندادن در این باره که فالوور خانم اعتادی چقدر واقعیه. شاید اینجام نظری بدن، یه گلی آهنگ یه چیزی تقدیم بشه بین طرفه. بریم بر خط باریک از موسیقی و سینما. فیلم سنتوری 2 یا مرد پاییزی، کارگردان با سابقه داریوش مهرجویی دلگیر از محسن چاوشی. اول بگیم مهرجویی گفته چاوشی قطعا نیست توی این فیلم، بعد در ادامه گفته چاوشی با این فیلم معروف شد
مجوز لازم هم گرفته، حالا دستمزدی میخواد دو برابر کارگردان. به به، خوبه دیگه، دستمزد دو برابر کارگردان، اون هم داریوش مهرجویی. هیچی نشده، قطب اصلی فیلم نیست. از اون طرف هم هنرپیشه خانوم هم که بله، مهرجویی گفته شاید یکی دو خواننده دیگه باشن توی فیلم. ببینیم بهرام رادان همزمان صدای چند نفر رو میتونه لبخونی کنه. یه موضوع متفرقه رو مورد بررسی فنی قرار بدیم. میخوایم سری بزنیم به یه خاطره جالب، البته ایرانی نیست ولی خب دیگه ما از خودمون میدونیمش. نوکیا 1120، گوشی افسانه‌ای. همه فکر میکنن آیفون 6 اپل بیشترین فروش رو داشته توی 3 ماه، ولی باید گفتی هیچ مدل گوشی به گرد 1120 عزیز نرسیده. اون زمان 250 میلیون عدد فروش رفت و وقتی فروشش به 1 میلیارد عدد رسید، نوکیا خط تولید رو تعطیل کرد، ولی خب محبوبیت کم نشد، همچنان گوشی خوشنامی. جالب اینه که 1120 اندروید قرار بود بیاد که نوکیا توسط مایکروسافت باید گفت بلعیده شد و تا 2016 باید منتظر مون تا نوکیا برگرد. شما هم از طرفدارا یا از دارندگان 1120 تاریخی بودید؟ خب دوستان عزیز و گرامی، این بود برنامه شماره 3 شبانه در 13 مهر 1394. همینطور که میدونید شبانه از شنبه تا پنجشنبه پخش میشه، اون هم ساعت 22 به وقت ایران. تا فردا شب، خدا نگهدار.